گردهمایی کشیشان کلیساها در واشنگتن، حمایت از مقاومت عادلانه مردم ایران و پایداری مجاهدان پیشتاز اشرفی، فراخوان به لغو محاصره لیبرتی و صلح و آزادی برای ایران و منطقه و جهان همزمان با پایان سال مسیحی. در کنفرانس و گردهمایی کشیشان و رهبران کلیساها که برای حقوق بشر و همبستگی بین مذاهب در کلیسای پرسبیتریان در ایالت ویرجینیا آمریکا برگزار گردید، هیئتی از مقاومت ایران شرکت داشت. مدیریت این برنامه را کشیش دکتر کریس لوکر، کشیش ارشد کلیسای پرسبیتریان در شهر انندل بر عهده داشت. در ابتدای این گردهمایی کشیش دکتر لوکر در سخنرانی افتتاحیه خود ضمن استقبال از برگزاری این جلسه با حضور پیروان آیین‌های مختلف گفت: همه ما باید به جای تفاوت‌هایمان روی شباهت‌هایمان متمرکز بشویم. این چیزی است که امشب در مورد آن صحبت می‌کنیم. ما در مورد تفاوت بین رفتار متمدن و غیر متمدن صحبت می‌کنیم. شما در مقابل خودتان تصاویر 52 فرد را می‌بینید که آخرین افراد باقی مانده در کمپ اشرف بودند و در آنجا به قتل رسیدند. نمونه این واقعه در سراسر جهان وجود دارد. مسیحیان، مسلمانان، هندوها، پیروان مذاهب مختلف و افراد غیر مذهبی به سادگی توسط افرادی که قدرت و فقط قدرت می‌خواهند به قتل می‌رسند. این وظیفه ما به عنوان افراد با ایمان است که بایستیم و رفتار متمدنانه، رحمت، محبت، عدالت و بخشش بخواهیم. در ادامه این گردهمایی علی صفوی به قرائت آیاتی از قرآن مجید و ترجمه آن پرداخت. By the morning brightness and by the night when it covers the darkness, your Lord has not taken leave of you, nor has he detested. And the hereafter is better for you than the first life. And your Lord is going to give you, and you will be satisfied. سپس کشیش دکتر یانگ بخش‌هایی از انجیل را قرائت کرد. When the Son of Man cometh in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him. God bless you. Amen. کشیش بارنت با اشاره به درد و رنجی که مجاهدان اشرفی در لیبرتی متحمل می شوند تأکید کرد که روزی این وضعیت به پایان می رسد و کسانی که باعث این درد و رنج شده اند با شمشیری که فقط توسط خدا استفاده می شود مجازات خواهند شد. ما در هماهنگی با شما ایستاده ایم. جایی که عشق، ایمان و عزم و اراده قوی وجود دارد، پیروزی نزدیک است. شما این مبارزه را به تنهایی پیش نمی برید. ما در حمایت از این هدف انسان دوستانه با شما متحد ایستاده ایم. ما با هم ریشه این دیکتاتوری ارتجاعی را می کنیم تا آن را با یک نظام دموکراتیک جایگزین کنیم، با یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت، یک ایران غیر هسته‌ای. طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجبی از یک حقیقت انکار ناپذیر حمایت می کند. گردهمایی ها نشان می دهند که تغییر در راه پیشرفت است. ما به خواسته شما برای برقراری یک حکومت جدید که مردم شما می خواهند امیدوار باقی می مانیم. ما همچنان به دعا برای اینکه اشرفی ها امن باقی بمانند ادامه می دهیم. ما مردم آمریکا هرگز مبارزه شما را رها نخواهیم کرد. ما از آرمان این سازمان حمایت می کنیم و تماماً به ادامه این حمایت تضمین می دهیم. ما از رهبری مریم رجوی حمایت می کنیم. وقتی دیکتاتوری سرانجام نابود شود، یک ایران آزاد و دموکراتیک برقرار خواهد شد. پس از آن کشیش لیندا پرندرگست در سخنان خود روند آشناییش را با مبارزه اشرفی ها بعد از حمله 19 فروردین سال 90 مزدوران عراقی رژیم به اشرف یادآوری کرد و با اشاره به صحنه شهادت مجاهد قهرمان آسیه رخشانی گفت: او از طریق لنز دوربین
به چشم سربازی که او را به گلوله بست نگاه می کرد و فیلم می گرفت. چند نفر از قاتلان خود فیلم می گیرند. همانطور که حالا هم دارد اتفاق می افتد، هیچ کس به آنها اجازه نمی داد مراقبت های پزشکی مورد نیازشان را دریافت کنند. بنابراین او خونریزی کرد و جان باخت. کشیش پرندرگست همچنین بر حقانیت آرمان مقاومت ایران تاکید کرد و در این رابطه به لغو برچسب تروریستی و حمایت‌های فزاینده شخصیت‌های برجسته آمریکایی از مجاهدین اشاره کرد. وی گفت که این دستاوردها به رغم تلاش‌های مکرر لابی‌های رژیم در آمریکا کسب شده که حقوق بگیر رژیم ایران هستند و تلاش می‌کنند با مخارج کلان اتهاماتی را به مقاومت مردم ایران وارد کنند. She was left to die for several days because as is happening now, no one would let them get the medical attention that they need. سپس کشیش دکتر دانیل دلگادو به سخنرانی پرداخت و گفت: من نماینده کار، نیروی روحانی ایالت نیویورک، وابسته به مؤسسه خدمات روحانی نیویورک هستم. ما یک سازمان غیر انتفاعی هستیم که داوطلبان بسیار ماهر بین المذاهب را تربیت، توسعه و نگهداری می کند و به افراد و همچنین مؤسسات شهری، فدرال و سازمان‌های سکولار چه در زمان صلح و چه در طول بحران همکاری و خدمات دینی ارائه می دهد. چرا ما اینجا هستیم؟ ما اینجاییم چون عشق ما را به رحم و شفقت وامی دارد. عشق ما را مجبور می کند تا به دنبال عدالت باشیم. من به داستان داوود و جالوت می نگرم. خدا یک پسر چوپان جوان از اسرائیل را برای مقابله با ظلم و استبداد موجود در فلسطین آن زمان و جالوت پرورش می دهد. این پسر چوپان جوان 5 سنگ صاف را از یک رودخانه بر می دارد و با این جالوت غول مقابله می کند. اکنون ما اینجا در سال 2014 هستیم و هنوز غول‌هایی در زمین وجود دارند. غول زمین، غول استبداد. همانطور که می توانیم در حکومت ایران ببینیم. رژیم کنونی حاکم بر ایران غول بی عدالتی، غول نقض حقوق بشر و غول نژاد پرستی و نفرت است. و من غول بی تفاوتی را از همه بدتر می دانم. ما اینجا به افتخار یادبود 52 نفری جمع شده ایم که بی رحمانه در کمپ عشی شدند. خداوند به شما صبر بدهد، به مردم ایران صبر بدهد و من مشتاقانه در انتظار آن هستم که خیلی زود با دوستانم در ایران آزاد گرد هم بیاییم. کشیش دکتر لوتر بیلی از دیگر سخنرانان این گرد همایی اظهار داشت: من خدا را به خاطر این فرصت شکر می کنم و از دوستم کشیش دکتر یانگ به خاطر معرفی این آرمان و مبارزه به من تشکر می کنم. اگر او نبود، من هنوز از همه چیزهایی که در طرف دیگر جهان اتفاق می افتد، به ویژه نسبت به ایرانیان در کمپ لیبرتی، بی خبر می ماندم. اکنون که من آگاه شدم که آرمان و تلاشی وجود دارد، این امر تلاش برای مبارزه در داخل، در خارج و در سراسر جهان همراه با مؤمنان را ایجاب می کند. مؤمنانی که به رهایی، آزادی و عدالت باور دارند، به تسکین دادن مظلوم باور دارند. سرهنگ توماس کنتبل، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در اشرف، سخنان بعدی این گرد همایی بود. وی ضمن ذکر گوشه ای از مشاهدات خود در اشرف و آشنایی خود با مجاهدین گفت: ما فیلم های زیادی دیده ایم و خیلی در رابطه با ساکنان لیبرتی و سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت کرده ایم. می خواهم یک چارچوب نظری به شما ارائه کنم. ما در رابطه با اینکه مجاهدین چه کسانی هستند صحبت کرده ایم و اینکه چگونه می توان صحت حرف های آنها را تشخیص داد. انجیل مقدس به ما می گوید آنها را می توان از حاصل کارهایشان و بنابر ماهیتشان شناخت. کمپ اشرف، محل سکونت قبلی آنها، یک منطقه صحرایی با مساحت 46 کیلومتر مربع بود. آنها در آنجا یک سری کمپ های کوچک ساختند، درخت کاشتند، باغ درست کردند،
و موزه و بناهای زیبا، رستوران و کارخانه تولید نوشابه و همچنین تأسیسات پزشکی تأسیس کرده بودند. همه اینها را در یک منطقه صحرایی ساختند. حالا آنجا به دست نیروهای امنیتی عراق افتاده است. آنها مشابه همان کار و تغییری را که در طبیعت انجام داده اند با روح و ضمیر انسان نیز کرده اند. آنها هنر و فرهنگ غنی دارند و ما آوازها و نوازندگی آنها را دیده ایم. بنابراین باید پرسید این افراد چه کسانی هستند و از نظر سیاسی نماینده چه چیزی هستند. باید دوباره گفت که آنها را با اعمالشان میتوان شناخت. میخواهم خطاب به همه ساکنان لیبرتی بگویم خدا شما را حفظ کند. من به خاطر شما اینجا هستم. من در کنار شما هستم. In Camp Liberty, which is where the Mujahideen that are currently left in Iraq are all located. بوس مکل، مدیر پیشین سازمان حقوق بشری فریدم هاوس، با تاکید بر موقعیت به رسمیت شناخته شده اشرفی ها به عنوان پناهنده، بر ضرورت تضمین حقوق آنها در لیبرتی تاکید کرد و گفت آنها اطلاعات افشا کرده اند، اطلاعات در رابطه با بمب های کنار جاده رژیم، اطلاعات بروز و ارزشمند و اطلاعات در رابطه با برنامه هسته‌ای رژیم. یادتان باشد که رژیم قصد داشت در همین واشنگتن سفیر عربستان را در رستوران جورج تاون ترور کند. واقعیت این است که وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل همگی در قبال ساکنان لیبرتی خیانت کردند. بوس مکالم سپس به تشریح برخی از توطئه‌های رژیم علیه اشرفی‌ها در لیبرتی پرداخت و بر ضرورت لغو محاصره ظالمانه پزشکی و دفاع از حقوق مجاهدین تاکید کرد. هیو ایوانسکی، رئیس افتخاری کلیسای پرستپریان اناندل، در سخنرانی خود اظهار داشت خوشحالم که ما امروز در اینجا برای حمایت از حقوق اساسی بشر و نیز سازمان مجاهدین خلق و اعضای مقاومت ایران در لیبرتی جمع شده ایم. من خوشحالم چون درک من این است که مقاومت ایران یک جنبش مبتنی بر جدایی دین از دولت است. وی با یادآوری سوء استفاده آخوندهای حاکم بر ایران از نام اسلام و پیامدهای خطرناک بنیادگرای مذهبی که سراسر منطقه خاورمیانه را فرا گرفته یادآوری کرد و افزود ما باید شکرگزار باشیم که دوستان ما در مقاومت ایران به جدایی دین از دولت و حقوق بشر متعهد هستند. علیرضا جعفرزاده طی سخنانی خطاب به کشیش‌های حامی مقاومت در آمریکا گفت به نمایندگی از مقاومت ایران ما خیلی خازه، قدردان و خوشبختیم که از پشتیبانی پایدار و ارزشمند شما برخورداریم. شما به مردم ایران که در نتیجه 34 سال استبداد و بنیادگرایی اسلامی این همه از دست داده اند، دلداری داده اید و شما پیروزی اجتناب ناپذیر مظلومان را به فرزندان ایران وعده داده اید. فرزندانی که والدین آنها تنها به خاطر بیان حقیقت به دست رژیم کشته شده اند. شما صدای اخلاق در برابر بی‌عدالتی های اعمال شده بر ساکنان لیبرتی و مردم ایران بوده اید. ما با پشتیبانی شما پیروزی های بسیاری را در طول سال به دست آورده ایم. علیرضا جعفرزاده در ادامه سخنان خود گفت مقاومت ایران از حمایت اکثریت دو حزبی در کنگره و کمک مقام های ارشد دولت های پیشین در راه آرمان آزادی در ایران برخوردار است و جهان را نسبت به تهدید روبرشت رژیم ایران بیدار کرده است. همه اینها با کمک و حمایت شما تحقق پیدا کرده است. ولی ما نیاز به کار بیشتر داریم. ما نیاز به کار بیشتر برای آزادی سازی و رهانیدن برادران و خواهرانمان از قید و بندها در ایران داریم. وی سپس با اشاره به دستاوردهای جنبش مقاومت ایران طی چند دهه مبارزه با دیکتاتوری‌های شاه و شیخ و آنتیتز ارائه شده از سوی مقاومت در برابر تهدید بنیادگرایی اسلامی اضافه کرد اکنون بعد از حدود 50 سال از تأسیس سازمان مجاهدین خانم مریم رجبی
آن نسخه واقعی از مذهب را نشان می‌دهد که دین عشق، رحمت، شفقت و مداراست. به همین دلیل است که او برای مردم ایران به ویژه در میان زنان جاذبه پیدا کرده و به همین دلیل است که آخوندها اینقدر از طرف او و دیدگاه‌هایی که ارائه می‌دهد احساس خطر می‌کنند. همچنان که رژیم آخوندی در ایران از مذهب به عنوان ابزاری برای ظلم و ستم استفاده کرده و بدترین دشمن اسلام است، در نقطه مقابل خانم مریم رجوی آنتیتز بنیادگرایی اسلامی است و او نشان دهنده چیزی است که همه ما می‌خواهیم در ایران و منطقه ببینیم. امیدواریم به زودی همه شما را در یک ایران آزاد، دموکراتیک و بردبار ببینیم. Thank you for your solidarity and support, and may we soon see all of you in a free, democratic, and tolerant Iran. Thank you very much.